تابستان، روح پرفتوه آرایی، یکی صاحب نسلی و بس به عزل اهورایی، یه بس دیگه کم کم دارم شم یه جورایی. تابستان بندر بره پویاند بر این دراهی، تابستان بر ما نظر کن کارهیم زین گمراهی. تابستان دستم بگیر و رهایم کن براهی، تابستان یا لابه کن یا مدربه یا همراهی. تو که خرد برزمی و سرشت از آوین مهری، چرا کم لطفی با خود زنی و با ما بی مهری؟ میگی منتصب به جد تو فرمان آزادی، میگم آزادگی را به کنجا تو مخجان سازی. اگه میخوای بل کنه و بره بالا هرچی که کاشتی، ببین حالا کجای راهی ولش کن هرچی داشتی. و سوال استار تو همچه ما راه به دادار یکتایی، و سوال استار یالا بگو برات بخونم دایی. و سوال استار سرلاهی یکتا پرستی پاکی، یالا بگو اگه با ما نم پس با کی با کی. نگو سلام بگو درود، نگو شعر بگو سرود، نگو شکر بگو سپاس، ولی مقصد همه خداست. حالا ببین با درود فراوان و مهر بسیار به خوشنودی اهورامزدا، خداوند دانایی و توانایی، سپاسگزاریم اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی و مدیر و برنامه ریز این هستی با میلیاردها کهکشان و میلیاردها انسان در کره زمین، حالا جای دیگش نمیدونیم چی داره، به هر حال این مدیر مدبر ورزیده ندیده فقط شنیده اهورامزدا، توانایی و دانایی، که این توانایی و دانایی رو میخواد ما هممون داشته باشیم. امروز نکته‌ای که میخوام دیگر بار بهش اشاره کنم بسیار مهمه، مهربان یاران توجه کنید. وقتی که ما سخن از آریایی میگیم، از نژاد و برتری نژادی صحبت نمی کنیم. وقتی که ما از سادات تازی سخن میگوییم و 14 قرن جنایاتشون در داخل ایران، منظورمون هر کسی که اسمش سید هست نیست. این دو مورد بسیار حساس و دقیقی که باید بفهمید، شوربختانه، یعنی واقعا شوربختانه، از 1 میلیون نفر اگر حتی تمام صحبتهای ما رو گوش بکنن، 100 نفر هم من به این نتیجه امروز رسیدم که لب مطالب رو نمیگیرن. ما با تازی عرب مخالفت و دشمنی نداریم، ما با عربی مخالفیم که تا الان داره ما رو توی ایرانمون میکشه، با اینا مخالفیم. عرب هم هستن، تازی هم هستن، سید هم هستن. ما با سیدها مخالفتی نداریم، سیدها مثل بقیه پاره تن ایران هستن، اونهایی که در جنایات حکومت قدرت شرکت نکرده و تشکیلاتی کار نکردن. آریایی که ما میگیم از قدیم ما گفتیم، یعنی من مشخصا سیاوش اوستا در ایران تو گفتم نوشتم از 50 قرن پیش، من 67 سالمه، 17 ساله 14 ساله بودم من کارمو شروع کردم، ما نوشتیم که آریایی نژاد نیست، برتری نژادی نیست. امکان داره نژادهای مختلفی قبلا وجود داشته، بعد آمیزش هایی که شده اینها رو متحول کرده، دیگرگون کرده، مثل اونی که علم و فهم کنیم نیست. ما میگیم آریایی یعنی ایرانی، نمیفهمید اینم هنوز، آریایی یعنی ایرانی، همون واژه ایران شده آریا. آریایی یعنی ایلامی، ایلامیان هستن. آریایی یعنی ارمنی ها، ارمن. اینها یک تبار پاکندیش
نیک گفتار، نیک کردار، نیک پندارن. از پندارش شروع میشه، از این پندار شروع میشه، میاد به گفتار، میاد به کردار میرسه. انسان هایی هستن مثل گردهای دلیر ما که امروز شما میبینیدشون، مثل سیستان و بلوچستان، مردم بدبخت و ستم زده ای که بهشون چقدر ستم میره هنوز رو پا وایسادن. مثل سرزمین آریانای افغانستان که چقدر از اینا رو قتل عام کردن، تو تاریخ دارن میکشن. آریانا رو برداشتن و خراسان رو برداشتن، گفتن افغان، محمود و افغان یه آدم. مثل که میگن اردن هاشمی یک مملکت که فلسطین بوده، اسرائیل بوده، هرچی بوده، آقای اردن هاشمی، عربستان سعودی، اسم خودشون رو گذاشتن رو ممالکشون. انسان آریایی همین موزاییکیه که توی ایران هست، تبار از اندیشه، خرد، تکنولوژی و تمدن هست. ایرا خواهش میکنم مهرورزی کنید، به دیگران برسونید. شوخی که نداریم، خیلی شما که خیلی کارا نمی کنین. ما نیم قرن زندگی، خانواده، پول، ثروت، داراییمون رو گذاشتیم روی این کار، مثل خیلی دیگه در طول تاریخ. اگر خیلی ها به نوایی رسیدن با نام مبارزه، ما هرچیم داشتیم دادیم برای مبارزه و روشنگری. خرسندم، من بسیار خرسندم وقتی این جوانه ها رو میبینم که این ریشه هایی که میبینم ریشه اومده بیرون. من خرسندم، من خرسندم. ولی میخوام بگم شما هم لااقل منتقل کنید، کاری بکنید. دو تا مثال که امروز میخوام بهتون بزنم، یکیش مربوط میشه مثلا باید به یک سید دیگه. شما ببینید یه سید چی گفته، چی نوشته، چی سروده در طول تاریخ. سیدم هست، مثل کسروی که بهتون گفتم، سید احمد کسروی، مثل سید رضا مظلومان، دوست عزیز و نازنین من که دکتر کوروش آریامنش بود، در کشتنش. اینم حالا یه سید دیگه است. شما ببینید سید دیگه چی میگه. این سید دیگه یک انسان بزرگ و فرهیخته است که در سال 1306 در مشهد به دنیا اومده. اسمش هست محمود فرخ. سید محمود فرخ خراسانی. نام فامیل پدرش هم جواهری بوده، پدرش هم ادیب بود، خودش هم ادیب بزرگی. خونش بیش از نیم قرن یک مرکز فرهنگی بود در مشهد، خیابان جهانبانی، نبش سراح جم، خیابان جم جهانبانی، که خوشبختانه من در خیابان جم که الان مثل این که چاپخونه پیام هست، کلاب وینروالد رو داشتم. وینروالد تنها کلابی بود که در زمان پادشاه مشروب سرو میکرد و شب ها موزیک زنده داشت، موزیک زنده داشت که بچه های زیاد اونجا هنرنامه میکردن. از جمله افشین دیهیم هست که از دنیا رفت چندی پیش و من اینجا یادش کردم. افشین دیهیم رهبر ارکستر ما بود، یکی از رهبر. بچه های دیگه مثل سروش با ما کار میکردن، تقویان احسان و برادرش، جمشیدی بود برای ما میخوند، این داریوش، دوستان زیادی من اونجا داشتم، آقای علمی، نمیدونم الان کجا، اینا موزیسین های ما بودن. این خیابان جهانبانی بود وینروالد. وقتی که میگم محمود فرخ در سراح جم جهانبانی بود، از جهانبانی که شما میومدید میپیچیدید میومدید خیابان جم. بعد از اینکه چیز شد و اینا، ما وینروالد رو بستیم، بعد رستورانی داشتیم اونجا در یه پاساژی، صاحب زمینش و ملکش آقای رازی بود، درود دارم بهش هر کجا هست. اون یکی صاحب ملکش و اینا، زمینش مال آقای قفلی بود و آقای جواد امینیان که فامیلش بود. بعد برگ سبز رو ما باز کردیم، رستوران برگ سبز در خیابان جم، تو اون پاساژی که موکت فروشی بود. این در همین بین این دو آدرس خونه زیبا و با
باشکوه و تاریخی محمود فرخ بود، سید محمود فرخ، که مرکز علمی فرهنگی بود، شب شعر داشت همیشه، و این شب شعر و زندگی و تلاش ایشون آریایی بود. مثل ابراهیم گلستان نبود که چپول باشه و مارکسیست باشه و سادات تازی باشه، ضد ایران و ایرانی و پادشاهی. این نمونه‌ای که امروز دارم بهتون میگم نمونه یک سیدی است که دقیقاً با اون سیدی دیگه درگیر بودن نظر اندیشه، یعنی اون سید ابراهیم تقوی شیرازی که مشهور شد به سید ورداش، گذاشت ابراهیم گلستان، با این سید محمود فرخ که افتخار میکرد بگه من زرتشتی هستم. در اون موقع ها اسمون سال 1360، روزی که من از ایران فرار کردم، از جهان رفت خانوادش، خواهر ایشون هم شنیدم از جهان رفته، روانش پاک و شاد، بعد نوه ایشون، دخترش هم از رفته، دختر نوه ایشون لادنه وهابزاده زنده است، که وهابزاده ها خانواده بزرگواری بودن. من از لادن میخوام که خصوصا در رابطه با این خانه به من بگید چه شد، چون این خانه قرار بود یک مرکز فرهنگی بشه برای مشهدی ها. این خانه قرار بود بخرن، خراب کنن، بسازن پولساز ها، اما انجمن شهر مشهد تصویب کرد که این خونه خریداری بشه و تبدیل بشه مرکز فرهنگی. ولی الان مدتی من خبر ندارم چی شده این قضیه، هیچ خبری ندارم ازش، از بعد از اینکه دخترشون از جهان رفت که تو این قضیه وارد مذاکره بود و اینا. الان لادن نوهشون وارث دیگه، 3-4 سال هم گذاشته، چون تقریبا 4-5 سال پیش بود که تصویب کرد مجلس مشهد، مجلس شورای محل شهر، انجمن شهر، که اینجا بشه مرکز فرهنگ. خب حالا این محمود فرخی که بهتون گفتم یه نمونه است در با عرایزی که در رابطه با عرایزی که در ابتدا کردم، این یک نمونه است که بدونید سید داریم گلستان، سید داریم محمود فرخ، فرق می‌کنه. ایشون سروده‌های زیادی داره، در محفلش بزرگان و کوچکان بسیاری شرکت کردم تو اون خونش، ولی بخشی از یک سروده‌اش من براتون می‌خونم که شما تعجب می‌کنید که یک سید، یک عرب زاده خودش بیاد چنین شعری بگه. درست مثل آیت الله جزایری که براتون شرح دادم، جزایری را برید دنبال کنید ببینید چی میگه در مورد عرب، خود قرآن هم به عرب میزنه خشونتش اینا، ولی این عمومیت نداره. ما کل جهان عرب رو نمیگیم، ما اونایی میگیم که اومدن سربازای ما رو زنده زنده، قواسای ما رو انداختن تو آب کشتن، ما به اونایی میگیم که دخترای ما رو بهشون تجاوز کردن، آویزون کردن از چراغ برق، تکاورهای ما رفتن اینا رو آزاد کردن. الان همونها توی ایران به نام حجتی، جبهه پایداری، روحانیت دارن بر شما حکومت میکنن. الان در ایران بعضی ها دارن بر شما حکومت میکنن، همون عرب هایی که ایشون بگو خانم چی میگفتی مادر؟ ما را چه کار گر عربی را عرب بکن، کاری تو را به کار زمان و وقت تبار. من از تبار عالی کسرای عابلم، فخرم به غیر این حسب و این نسب مبار. جاوید شاه برو. میگه یا رب، یا رب، نمیگه الله، میگه یا رب خدا عرب مباد. کی میگه؟ سید محمود فرخ داره میگه یا رب عرب مباد و دیار عرب مباد. کی داره میگه؟ زمان پادشاه، هنوز جنگ ایران عراق نشده، داعش نیامده، طالبان نیامده. میگه این مرز شوم و مردم دور از ادب مباد، این پا و سر برهن گروه پلید را، غیر از کفن بران تن تیره سلام مباد. سید
محمود فرخ داره میگه. هرگز به غیر خون پلید عرب روان از دجله و فرات به شط العرب مباد. بله، شط العرب، دجله و فرات، چند صد هزار نفر از جوانای ما رو اونجا کشتن. حلبچه بمب شیمیایی انداخ صدام حسین، چندین هزار ایرانی نازنین ما، کردها و گردهای دلیر رو ما رو کشت. درست داره میگه، زر نزنه کسی بگه نجات پرستی بیت عرب، مگه اونا الان دارن میکشن دختر ما رو، هیچی نشده، گردن میزنن، کتک میزنن، تجاوز میکنن. اینها همون بعثی ها هستن دیگه، همون عرب. امتون عربیتون واحده، ذات رسالتون خالده، این شعار حزب بعث عراق بود و هست. وان کو به امر اجنبیان شد امیرشان، یعنی اجنبی ها امیرش کردن، جز بعد مرگ نام وی اندر خطاب مباد. بغداد و کاظمین و نجف باد واژگون، ما رو واژگون کردن. این نجات پرستی نیست، دارین حقوق میدین به اینها شما، به جای که حقوق بگین برای جانبازان ما، برای که خسارت های میلیارد دلاری که جهان سازمان ملل تصویب کرد از اینا بگیرید، رفتید دارید تو عراق مسجد و بیمارستان و دانشگاه و استادیوم ورزشی دارید میسازید. مردم ما پابرهنه و گرسنن، بعضی های حاکم بر ایران. این قبل از این که شما انقلاب سیاه رو بیافرینید، گفته محمود فرخ و سدلیتون هم اونجا میبینین تو محفل ها میرفت مینشست. اون موقع در کربلا به غیر کرب و بلا مباد، هن ای عجم ز گور عرب، هن ای عجم ز گور عرب، خود چه دیده ای دیگر تو را هوس این بل عجب مباد. ما را چه کارگر عربی را عرب کشت، گر عربی را عرب کشت ما را چه کار، کاری تو را به کار سنان یا وهب مباد. این خانمی که براتون گذاشتم که این سروده رو میخونه، چوی مشهد میخونه، با اون سن بالا میخونه، با اون شجاعت میخونه، همه تونم میدونم این رو گوش کردین دیدین، چون چند بار خود ما پخش کردیم، اونقدرم پخش شده که همه دیدن، چون قدیمیه یه کار بانو. امیدوارم سرحال و زنده و سلحشورانه با ما باشه. این شعر مال سید محمود فرخ خراسانی، پدر آقای جواهری و داماد وهاب‌زاده های مشهدم. عزیزان من، دین عرب همان عربان را بود به کار، که الانم به کار نیست. خودمون اون دین ندارین که تا دارین تو ایران دارین بچه های ما رو جزغاله میکنید به خاطر اون خرافات دینی. جز دینه، کی میگه؟ سید محمود فرخ خراسانی، خیابان جهانبانی مشهد، سراح جم، خونه زیباشو برید ببینید اگه خراب نکرده باشن. جز دین زرتشت عجم را طلب مباد، هرچند نسبتم به بزرگ عرب دهند. میگه منو میگن سید محمود فرخ، نسبت منو میدن به بزرگ عرب. میگه هر چند نسبتم به بزرگ عرب دهن، گویم کسی چون من به عرب منتسب مباد. من از تبار عالی کسرای عادلم، فخرم به جز بدین حسب و این نسب، یعنی کسرایی، آریایی، ایرانی، زرتشتی، اوستایی، میگه مباد.
سید محمود فرخ خراسانی مشهد میگه نوش لادن جان کجایی لادن؟ بگو چه برای سر خونه بابا بزرگ اومد؟ مرکز فرهنگی باید بشه اونجا. شنیدید اینو؟ بس دیدید که جریان ضدیت آریای ایرانی با سادات تازی جنایتکار که تا همین الان دارن جنایت میکنن و آهوی دریایی ما رو به جایی که سر دست بلند کنن. بی شرف ها، شما بهش حمله کردین، این دکتر لباسش کشیدید شما از تن بیرون، شما لباسش از تن کشیدید بیرون، بی شرف های تازی. و یک ماشت انسان های چه بگویم شما نفرین شدگان، اونجا تماشا میکنید، اونجا تماشا میکنید، یارو اومده میگه بیدن تماشا میکنید. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، او پیرو به زرتشتی از کوروش و آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، بیزارم از دین شما، بیزارم از دین شما، او پیرو به زرتشتی از کوروش و آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن. بیگانه در ایران است، نفرین به آهین شما، بزنید اینها رو، بزنید. از قدیم گفتم، الان خود رهبرشون گفت که ما زاهمینا نشید، اذیت نکنید اینا. خود رهبرش الدنگ اینها گفت. چرا شجاعت ندارید، گستاخی ندارید؟ از سید محمود فرخ ها بیاموزید که با افتخار میگه من نسبت به عرب و تازی و بنی فلان و اینا میدن ندید، فخرم به جز به دین حسب و این نسب، مباد جز دین زرتشت عجم را طلب مباد. آب از خانه خمسته که از همه گسستم، تنینه با بودریم که رن سینه هستم. ببین کنار خمستنم چه دل چه دست میزنم، برای خواب چشم تو نوای خسته میزنم. شمم و گاه واپسی عشق تو شعله میکشم، تفلم و گریه میکنم، منتظر نوازشم، تفلم و گریه میکنم، منتظر نوازشم. خواستم یک گلپایی برای خودش تو این فامیل درست بشه و من اینو به وجود آوردم. خوشبختم که تونستم دل مردم به دست بیارم. 40 ساله من به همه کار خواستم بر علیه من بکنن، ولی من سکوت کردم، عشق کردم با همه اونا که بد بودن با من. من نمیدونم چه خصوصیت، چرا، چه سودی براشون داشت، ولی من با همه اونا
خوبی کردم، هنوزم خوبی میکنم. اگر اونا بدی کنم، بعد 40 سال تاریخ قضاوت خواهد کرد که من چه کردم، دیگران چه کردم. مهم اینه. مرسی از جوابتون. و از سن چند سالگی شما متوجه شدین که دوست دارین تو این زمینه ادامه بدین؟ و من سن 4 سالگی 5 سالگی میداشت، صدا داشتم، میخوندم مثل پسر آقای اوستا که الان میرخصه با اون قشنگی. منم صدا با خودم که حس میکردم صدا دارم، ولی شعر بلد نبودم، به ادبیات آشنا نبودم، بالاتر از همینا به عشق ما نمیفهمیدم. یه شعر عربی خوندم، نه بلد نیستم، من ایرانیم، باید به وطنم خدمت کنم. خدمتم کردم. نامرادی ما و مراد خیش من هست، که نه مراد تو مانه نه نامرادی ما. صبح شب میشه گریه کنی، شب میشه که بخندی، شب میشه بوده. نمیدونم مردم دارم به کره ما اینه. اینه علمه، این تجدده. ما نمیتونیم برگردیم دوره به 100 سال پیش اقل بگیم نمیدونم مرغ سحر ناله سر کن. مرغ سحر نبوده، مرغ حق بوده. یک آقایی هم اومده به نام نداود، اینه ساخته، خب اون مال اون زمان بود، خیلی هم خوب بود، ولی الان میگه پشیمانم، صبرم از آخو. اینه مسئله. ما باید دنبال این چیزهای جدید بریم. چرا اینا رو ما گذاشتیم کنار؟ آخه چرا بده؟ برای پرمعنیتون صحبت کردین و میتونیم توجه کنیم که تو شعراتون خیلی عشقتون و احساساتون نسبت به همسرتون بیان میکنین. سالیان سالی نه به همه میگم، ولی خب سالیان سالی که اتفاقا شما با هم هستین، این گلی رازه که اینجای منه، این عشقه. این اگه عشق نباشه گل نیست، میشه اسم خار. درست توجه میکنی؟ شما به یه شاخه گل رو میگیری، این شاخه گل که اول میگه تیغ هم داره، ولی تیغاشو میکنی، اون گلشو نگر میداری، لذت میبره از اون گل. حالا شما بیا اینو تبدیلش کن به یه دشمنی، همش اعصابت ناراحت از چرا من این کار کردم. خب بابا این اول یه فکر کن، نکن عشق، محبت، دوستی کن. اون خودش هم که میخواد بدی کنه، وقتی شدید هی شما بهش محبت میکنی خجالت میکشه. ولی خب میخواستم که راز موفقیتتون رو تو این زوج بگین که آدم ها بتونن درس بگیرن که چجوری سالیان سال اینجوری در کنار هم زندگی کنن، چون این دوره همه تحملشون زود تموم میشه، سعی میکنن مثلا رابطهشون عوض کنن، با یکی دیگه آشنا بشن، ولی این که مثلا چندین سال شما در کنار هم هستین خیلی چیز مهمیه. و اگه بتونین مثلا بگین خللی در این وجود نبوده. ببینی خلل نبوده، یه جایی یکی از اینا ماشین وقتی داره با اون سرعت میره، وقتی با میسته، شما باید ببینی عیب از خودیست. ماشین ماشینه، کادیلاک کادیلاک، لکسس لکسس، بنزینی، ولی اینا همه خوبن، ولی یه جایی میشه که همون بنزم شما رو تو راه میذاره. ازدواج یعنی همین. شما اگه تفاهم نداشته باشین، تحمل هم دیگر نداشته باشین، بالاخره یا شما درست میگی من اشتباه میکنم، یا من اشتباه میکنم شما درست میگی. خب اینه میشه با خوشی و کیف و زندگی و عشق و محبت اینه حلش کرد. آخه با دعوا و مرافع و خب این دیگه تو زندگی نیست، این مردگیه به نظر من. ببینید 40 سال اول، 50 سال اول چرا مردم گمراه شده بودن گلپا نمیگفتن؟ چرا رفتن دنباله؟ اصلا میگفت موسیقی پاپ ما میخونیم، میگفتیم پاپ چی؟ نمیدونست که این از یه کلیسایی شروع، پاپ اصلا موسیقی مال کلیسا بوده. و اون چیزی که برای من مهم بود مردم بودن، که باید مردم رو من جلب کنم. خیلی متشکرم. نکته دیگری که باید امروز بگم بهتون و تأکید دارم به امروز، نکته دیگه که میخوام بهتون بگم، شما بعضی وقتا شاید قاطی بشه بدونید ندونید، و یا دشمنان بیان گزارش های باطل بدن، چون الان میدونم همه تون تنبل شدید، دادم کسی که
50 دقیقه بنشینه برنامه رو ببینه نیست، کمه دیگه. همین یه دقیقه 30 ثانیه همتون هم شدین افلاطون، مملکتتون فضا هم با خاک یکسان میشه. به امید هم هستید که آمریکا انتخاباتش شد، حالا هیچ آبی از آب تکان نمیخوره. شما اگه اینا رو تا حالا نفهمیدید، ما شما نش سیاسه آبی از آب تکان نمیخورد. شما با کاری بگو اینا بدبخت ها که بیچارا به فکر دکونای خودشون هن، خونای خودشون هن، عجیباشون میخوان بکنن سرزمین های خودشون رو بدبخت آباد کنن. اینا شما رو جزغاله کردن، قحطی دادن، میلیون میلیون کشتن، مسجد گوهرشاداتون رو به توپ بستن. همینجا تو همین قلبی که شما میبینی، همین اروپا، اینا رفتن استعمار کردن، از اینجا رفتن تو آفریقا، آفریقا رفتن پایینش، آفریقا جنوبی رفتن، استرالیا چی میگی، رفتن هند، کشتن، پیش رفتن، الان هم میکشن، پیش میرن. بیچاره اینا به فکر این نباشه، اینا بیان او انتخاب بشه، این انتصاب بشه، او بشه، این نشه، کی بشه. تو خودتی باید باشی یه کاری بکنی، تو خودت باید برخیزی و کاری بکنی. نکته دیگه که میخوام بهتون بگم اون مربوط میشه به این که این روزا هرچی محبوبیت یک کسی میره بالا، اینا از قدم این بوده تا که محبوبیتش میبره ضربات فنی بهش از همه رقم زیاد میشه. پرنس رضا پهلوی امروز در ایران اکثریت مردم بهش متوجه شدن و به یاد محمد رضا شاه و رضا شاه بزرگ، این فرزندش رو که در هیچ قتل و کشتار و جنایت و دروغی هم دست نداشته، همه هوادارش شدن. که حتی من رضا جان ایربت بگم، پرنس خودش میدونه، ولی بگم حتی دشمنان تو که داد میزنن، نه شیخ نه شاه، دشمنان تو و دشمنان پدر، پدر بزرگت، آریایی ها، دشمنان عظمت و شکوه ایران، اینها حتی برای که اهداف سیاسی اقتصادی خودشون رو پیش ببرن، اینها هم حتی زیر نام پادشاه و شاه و اینها تبلیغات میکنن، چون اون هدفشون مالیه، ملت ایران هدفشون آزادیه. برای همین این اینقدر رشد پیدا کرده و قدرت گرفته در میان ایرانیان که هی میان بیادتون نره بچه ها 10 بار و 100 بار گفتن این بازی هایی که درست میکنن که همدیگر به جور هم میندازن، شما نه این توش توی خارج رک به شما بگم بدونید، رک میگم همه دکون دستگاه هر رنگشو بخوان، چون سیاوش اوستای حرف داره میزنه با تجربه 50 ساله، همه جا رژیم یک دستی داره، همه جا یک انگوله کی میکنه نشاد رو تو ماتحت یکی میندازه هوا اونور بره. شما بیچاره ها فقط بگید ما آریایی هستیم، تازی نمیپرستیم. این شعاری که دادید، آریایی رو هی معرفی کنید و تازی رو هی معرفی کنید و سلام به اکبر حسین، باقلا، نخود، عدس، لوبیا کاری نداشته باشه. اونه سرگرمیه آقا، سرگرمیه که فلانی به فلانی دعوا کرد، فلانی به فلانی اونو گفت، اونا رو ول کن. ما آریایی هستیم، تازی نمیپرستیم. او کاری که الان یک سپاه آریایی شروع کرده، اینا فیلم های کوتاه درست میکنن تاریخ ایران با هوش مصنوعی و خبر رسانی که میکنن، آگاهی که میدن به مراتب بالا. حالا شما بدبختای بیچاره که اکثریت مثلا صبح از خواب بیدار میشین سلام علیکم الحمدلله رب العالمین، با صبحتان بخیر، بیچاره یه عربی رو برقور میکنین، اینا فر میگن به جای بگید درود بر شما، بامدادتان به شادی، شامگاهتان به تندرستی و و و و اینا رو میگن. اینا همه خود وزارت اطلاعات. الان هم دیگه من به شما بگم این پیجرها که منفجر شدی، تلفنی که دارید، باید بفهمین بیچارات کنترلتون میکنن. شما این پیامایی که میاد میفرستین برای همه، تمام اون یارو تا دریافت میکنه تلفنش خالی میشه. الان ما توی گفتگو، واتساپ گفتگو، واتساپ گفتگو رو بگم بفهمین، از قبلم بهتون 100 بار گفته بودم، 100 بار اینو به شما گفته بودم، آموزش رایانه‌ای در توی واتساپ ما یه گروه داشتیم الکی درست کرده بودیم، 100 خورده اونجا بودن،
که به نام گفتگو آریا 7000. خب معلومه که اونجا همه که میان اکثر اینا که قربونشون برن هم که اکثرشون. آقا یهو تو شب میخوابی صبح بیدار میشی میبینی پرید، مثل که کفتر پرید، آقا پرید. اینا همه جا پول دادن، نفوذ کردن، از هر جایی که بگید اینا پول سرمایه گذاری کردن، نفوذ دارن. الان همین از چند وقت پیش به شما گفتم یوتیوب یوتیوبر رو خیلی ها میبندن، اینا یادتونه از دو سال پیش سه سال پیش گفتم مواظب باشین بعد از جریان بیماری که اومد اینا، گفتم اینا کنترل او که نمیاد تو رو ول بگیره میلیاردها دلار این جمهوری اسلامی رو ول کنه، اینا با اونا کار میکنند. الان ده ها صفحه های یوتیوب انبار بوده، آرشیو بچه ها بوده، اینا بسته یهو بسته الکی، چونو بالای پول میده. ویکیپیدیا میگه ویکیپیدیا تا جایی که خطر نداره ویکیپیدیاه، جایی که خطر داره برای ارگانیزاسیون های جهانی که داره رژیم با اونا کار میکنه، چون رژیم بابا روم ساخته ایره از 1400 سال پیش با اینان با همان. حالا نکته دیگه که میخوام بهتون میگم مربوط میشه به مادر، مادر بزرگا، پدرها که میگم. ببینید من به این خاطر از شهبانو فرح پهلوی عزیزم مثال میارم و مادرشون فریده، به خاطر اینکه بالاترین قدرته، محبوبترین آدمه. وقتی شما ایر داری دیگه عمت، ننت، بیبیت، خالت اونجا هست، راحت میتونی کارتو بکنی. احترام یه پیر پات حالا سر جای خودش تا وقتی زنده احترام، ولی اجازه نداره بهت بگه که او کار نکن، ماتیک نزن، روش لب نزن، مواتو بپوشن، کلاه لاغر سر. کاری که شهبانوی عزیزم در چند برنامه در رابطه با شهبانو منو تو ساخت گفته، برید گوش کنید که مادرش این فشارا روش می آورد. مادرم هم خوب تو کارهای خیریه خیلی فعال بود و مادر خیلی جدی و سختی بود، سر یه چیزایی واقعا خیلی خیلی جدی بود. من خیلی مادر جدی بودم، مادر جدی بودم، مادر زباده با الان فکر میکنم خیلی زیاد. سرکار خانم به فریده دیبایی فشار روی علیرضا پهلوی داشت، روی رضا پهلوی داشت، روی لیلا پهلوی داشت. برای همین رضا پهلوی تا وقتی مادر بزرگ زنده بود مثل الان نمیتونست بپره. من بهتون گفتم همین اسرائیلی که رفت موش قصاب میخواستشون رو ببره، رئیس جمهور سابقه 20-25 سال بیش اسرائیلشون نرم. بچه های دیگه هستن، جمشید دانا و خیلی بچه های دیگه، سیروش، اینا خبر دارن بچه های اسرائیل هستن که اینها خود دولت اسرائیل میخواست رضا پهلوی پرنس بره اسرائیل، نمیرفت بخاطر حضور مادر بزرگش. خیلی کار دیگه در رابطه با دین، مذهب، آخونده اینا اگه میگفت بخاطر مادر بزرگه بود، ولی شما نباید دوتور باشید. مادر بزرگ، مادر بزرگ که اول برنامه ترانه محمود فرخ براش میخوام، مادر بزرگ اینه. اگه بود بزنین کنار، خصوصا که خوب گوش کنید. هم شهبانوی عزیزم بارها زبان بی زبانی و فلان گفته بود که مادرشون چه فشارهایشون میمیاد، نمیذاش تولد برای بچهش بگیره، تولد ماتیک نزن. بعد میگفت یه بار اینقدر از همشون سر میخواستم بزنم به دیوار. و بعد هم همیشه گفته بود که خیلی سفت و سخت بود با ما. خود سرکار خانم فریده دیبا هم که از رهبران قطب طباطبایی و سادات تازی بود، ایشون خودش از رهبر بود، ولی شهبانو فرح تو باند نبود. یادتون نره استفاده از کسی میکنن فرق. فرح شهبانو خدمات بزرگی در تاریخ معاصر ایران کرد، در همه زمینها خدماتی که او خودش کرد، به خاطر ذهنیت بازی که داشت که مادرش مخالفش بود رو خیلی موارد. شهبانو که افتخار چاریخی است، درست مثل محمد رضا شاه و مثل رضا شاه. رضا اینطور می نویسند: خانه کوچک را آراستم، آنچه لازم بود خریدم و لباس مناسب پوشیدم، اما مادرم بدون توجه به معنای واقعی کلمات، به محض اینکه مرا با لباسی مرتب تر از همیشه دید، گفت سعی کنید زیاد نخندین و خیلی خودتان را خوشحال نشان ندهید. این جمله او مثل پتکی بود که بر سرم فرود آمد.
آیا روی کره زمین جایی برای گذراندن زندگی برای ما و بچه ها وجود دارد؟ این جمله او مانند پتکی بود که بر سرم فرود آمد. من فقط خواسته بودم برای پسر کوچکم جشن تولدی بگیرم و حتی حق این کار را هم نداشتم. چگونه مادر خود من میتوانست فکر کند که در گیر و دار چنین کابوسی میتوانستم خوشبخت و خوشحال باشم؟ من آنچنان از این حرف مادرم متاثر شده بودم که فوراً به اتاقم بازگشتم و یک قرص مسکن خوردم و هنگامی که بچه‌ها در اتاقم را زدن هنوز قادر نبودم از اتاق خارج شوم. به گونه شده مادرش بو ربطی نداره، خصوصا مادرش هم مثل خود شعبانو اواخر میگه که من خیلی سختگیر بودم. نمونه هایی که من براتون میذارم برای اینه که شما شجاعت و گستاخی رو داشته باشید که بشید سید محمود فرخ. نه اینکه الان تا میشه سید بگه من زرتشتی هم فرخ گیرمی، نه اینکه یهود تولد فلان تازیه، مرگ فلان عربه، تو ورداری برای همه مزخرفات بفرستی. شما باید جواب اونا رو بدی، بگو آقا مزخرفات نفرست برای من، برو باشو محمود فرخ. یعنی شما اید که باید که بلد بشید عصیان کنید، طغیان کنید. حتی مادرتون اگه از تحت تاثیر قرار گرفته، پدر بزرگتون تحت تاثیر قرار گرفته، تا این کار نکنین ایران روز به روز بدتر میشه. از دست میدیدی سرزمین آریاگیر. بعد ایرانی ها میرن تو دنیا، دنیا رو میسازن، مثل که الان ایرانی دنیا رو ساخت. شما چه پزشک باشید، جراح، جراح بزرگ، چه مهندس باشید، چه نمیدونم تحصیل کرده خلاصه باشید و در رده‌های بالای تحصیلی الان مشغول کار باشید، یا کسب و کار عادی داشته باشید، انسان نازنین عادی باشید، حالا 50-60 سال داشته باشید، این تلفنتون، اسمارت فون که ازش استفاده میکنید، اگر گاهی دچار اشکال بشه، اشکال تکنیکی که نمیتونید درستش بکنید، بدون شک به یک فرزند حدود 10 ساله میتونید مراجعه کنید، کار شما رو حل میکنه. فرزند زیر 10 سال، بالای 10 سال میتونه فرزند خودتون باشه، نوه شما باشه و و و. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانه امروز عوض شده، آخر الزمان آمد و یک زمان جدیدی آغاز شده. این زمان تکنولوژی نوین و جدید هست. خب با این زمان جدید شما اگر افکارتون رو هر چند تحصیل کرده هم هستید عوض نکنید، تغییر ندید، متحول نشید، مثل اون بچه خردسال نشید، کار شما که خراب هست، هیچ، کار مملکت هم خرابه. همچنان که الان سالهاست فرزندان ما مثل قدیم دارن از دست میرن و شما پیرپاتال ها چوربختانه با اونها نمیتونید همراهی کنید. این آهوی دریایی آخرین نبود و نخواهد بود. از شجاعت، سلحشوری، دلاوری و از چی بگم؟ به قول پادشاه اکثریت خاموش، بیشرف هایی که چه اسمهایی دارن، چه رسمهایی دارن، ولی حتی از فرزندان خودشون دفاع نمی کنن. تا این 45 سال حدود 150 هزار نفر رو نظام اسلامی حاکم یا کشته، زندانی، شکنجه از بین برده، به جنگ و اینا کار ندارن. 150 هزار نفر خانواده هاشون میشن 5-6 میلیون نفر. همین خانواده هایی میمدن، خمینی اینو برای دیگران گفت، من برای شما میگم، یه توف مینداختن این نظام رو سیل میبرد. پس امروز آماده باشید که یک تحول بزرگی بیاید. حالا امروز ما داریم براتون فیلم رو از منطقه از پاریس میگیریم که منطقه دانشگاهی و اون یکی پانتئون بود
که بزرگان و فلاسفه بزرگ فرانسه اینجا دفن شدن. این دانشگاه سوربن هست پشت من. شما میدونید که بزرگترین دانشگاه جهان را اولین بار شما ساختید ایرانی؟ بچه ها الان در فیلم های یک دقیقه اینها رو برای شما به نمایش میگذارن، تاریخ ایران رو. این یک دقیقه رو خیلی گوش کنید. شما دانشگاه پزشکی در مصر ساختید. در مصر رفتید دانشگاه پزشکی ساختید، نه اینکه پزشک بفرستید. جراحی مغز میکردید 7000 سال پیش. شراب میساختید 7000 سال پیش. اینها در کتاب آیین اوستا تشریح شده. خب چطور شده که امروز ما اینقدر بدبخت و بیچاره و زمگیر شدیم؟ دلیلش رو من به شما میگم. دلیلش اینه که عزیزان و مهربان یاران گرامی، دلیلش اینه که ما هنوز ذهنیتمون دنبال خرافات تازیان هست. خرافاتی که تازیان در ذهن ما گذاشتن رو من امروز یک نمونه شو بهتون میگم. یکیش اینه که الحمدلله، شکرن لله، انشاء الله. وای صبر اومد، من وایسن دیگه نرم برنامه رو، صبر اومد. از این مزخرفاست تا بخواید فراوون فراوون عزیزان من داریم. حالا من یک نمونه میخوام از یه شخصیت بهتون بگم که شما خوب میشناسینش، عزیز ماست و این پشت سر من که در همین منطقه پانتئون و دانشگاه سوربن هست، شهرداری پاریس هست. در اینجا من بایش خاطره دارم. یک شب اومدیم اینجا، اون شخصیت نازنین کسی نیست جز شاهزاده شهید علیرضا پهلوی. شما میدونید که علیرضا پهلوی وصیت کرده بود که پیکرش سوزانده بشه. یعنی چه؟ همه عزیزانی که وصیت کردن پیکرشون سوزانده بشه، یعنی ما دیگر مسلمان نیستیم. بعد از اون دیگه متاسفانه 5 سال پیش علیرضا که دیگه نمیدونم، ولی نازنین اینقدر بچه باهوش، جوان باهوش و شوخ و علاقه ای که به ایران و تاریخ و فرهنگ ایران داشت که درس خیلی خوبی در پرینستون خوند و بعد رفت هاروارد که مطالعات ایران پیش از اسلام و تاریخ گذشته بود. علیرضا موقع که از ایران آمد بیرون، پرچم ایران رو در چمدونش آورد که جوان بچه‌ای بود دیگه نمیدونم، ولی حالا این مطلب رو کی نوشته بود؟ آیا همون شب نوشته بود؟ آیا قبلا که خواست که بسوزوننش و بعد خاکسترش رو بریزن در بحر خزر؟ پشت کردیم. من از شهبانو بارها سپاسگزاری کردم که این وصیت دوست نازنین من، شهریار آزاده، شاهزاده شهید علیرضا پهلوی رو عمل کردن و پیکرش رو سوزوندن. حالا ما اینجا که بودیم، در طی راه نمیدونم برگشت بود یا وقتی می اومدیم یا داخل، یه خاطره ای رو شاهزاده علیرضا پهلوی برای من تعریف کرد که دل من تا الان می سوزه. گفت که یک روز ما بچه ها داشتیم بازی می کردیم و لیلا که کوچکتر بود یک حادثه ای براش پیش اومد، مثلا مثل که تو آب بودن، جایی بودن، یه حادثه ای براش پیش اومد، یه اون داد و فریاد و گریه و من فوری رفتم نجاتش دادم از اون مخمصه ای که بود. نمیخوام وارد ریز کار بشم و این رو با بغل کردم، با اینکه کوچیکم بودم به سختی آوازم از اونجا دورش کردم. زودتر از هر کسی اون روز مادر بزرگم تو خانه ما مهمان بود اومد و بقیه ریختن و خلاصه لیلا رو بردن و آرامش و و و و و که مدرسه میرفت شیطون بود، یه شیطونیایی میکرد. مثلا یادم یه دفعه توپ فوتبال مدرسه رو سوراخ کرده بود، بعد یه دادگاه مدرسه درست کردن که تنبیهش کنن. بهش گفتن چرا این کاری کردی؟ گفتش که به من نگفته بود نکنم. یا نمیدونم تو ماشین سوار میشدیم بعضی وقتا در رو باز میکردی، یا اینکه نمیخواست بری تو ماشین میرفت بالای ماشین، این نیم گاردام نمیتونستم بگیرنش. گفت من همینطور وایستاده بودم که یک کسی بیاد منو ببوسه
از من تشکر و سپاسگزاری بکنه که خواهرم نجات دادم. گفت ولی یک فکر خیلی کوچیک بچگانه بود که یک ثانیه اومد در ذهن من و رفت، به کارم پرداخته. گفت روز جمعه که رسید یک مناسبت مذهبی هم بود، دیدم ما پیش مادر بزرگ دعوتیم، فریده خانم دیبا قطبی، قطب بزرگ تشیع. میگه ما رفتیم اونجا مهمانی و دیدیم سفره ابوالفضل رو از اینجور حرفا که میزنن و ایناست و شعله زرد و از اینجور چیزا و اینها، و مادر بزرگ میگفت آره، لیلا هم اونجا بود دستش گرفته بود و میگفت برای دخترم اتفاقی افتاده بود، خدا نجاتش داد و من این سفره رو امروز، این مهمانی رو امروز برای این دادم که از خدا سپاسگزار باشم، شکر خدا رو به جای بیارم و بخیره. علیرضا میگه من هی وایستادم، هی دور مامان بزرگ چرخیدم، هی دور لیلا چرخیدم، هی اون ور رفتم، هی این ور رفتم که بیاد منو بگه که این علیرضا رفته نجات داده لیلا رو. گفتم اصلاً اسم من کسی نیاورد. گفت سیاوش اوستا اونجا بود وقتی من کتابای تو رو میخوندم، نخستین تلنگری که اون سالها تو ذهنم بود برام تکرار شد که چرا به جایی که از من سپاسگزاری بکنن از الله سپاسگزاری میکنن. و اونجا بود که من برای شهر دادم که الله هم خدا نیست، الاله بت بزرگ تازیان و قبیله قریش هست، هیچ ربطی به خدا نداره. این یک نمونه از سپاسگزاری، از بوت تازی کردن به جای سواد. حالا بچه های شما اینا رو نمیشناسی، این حرفا رو، سفره ابوالفضل و الحمدلله و صبر اومد و انشاءالله رو نمیشناسی. شما باید پیرو این نسل و بچه ها بشید. این بچه های همین دانشجویانی هستن که الان نگاه کنید، این بچه هایی که شما رو زمین میبینید اینجا نشستن، اینا همه دانشجو هستن. ببینید چقدر سادن، نه آیفونش رو میخواد به کسی نشون بده، نه ماشین آخرین سیستمش رو چوسی بده به کسی نشون بده و لباساش رو. اینا همه بچه هایی که اینجا نشستن تو این دانشگاه سوربن درس میخونن و همه شون بچه هایی هستن که یا شبا کار میکنن یا پدر مادرشون اینقدر امکانات مالی بالایی داره که بهتر خونه رو برشون گرفته، ولی ظهر که میشه میان اینجا تو کوچه میشینن، تو خیابون میشینن، نهارشون رو میخورن، یه ساندویچ یه چیزی، و اینها هستن که فردای این جامعه آزاد رو میسازن. این جامعه ای که امروز خیلی از این بزرگانی که شما در تاریخ معاصرتون میبینید از ایرانیان هستن. عزیزان من ایرانی هستن. میدونید که در کنار ایلون ماسک چند ایرانی است که بزرگترین طرح‌ها و پروژه‌ها رو بهش داده؟ خبر دارین؟ اینو نداره. حالا نکته دیگه همین صبر اومده. آقا طرف میخواد یه کار مهمی انجام بده، داره یه کار مهمی رو در مسیرشه که انجام بده. آقا صبر اومد، حالا خدا نخواست وایستو ما گفتم که انشالله، الله نخواست. الله بوت تازی به هیچ یک از موارد زندگی شما کاری نداره. مثل فرزندانتون بشید، مثل بچه هاتون بشید، این تعارفات و خرافات تازی رو تا کنار نگذارید، آزادی نمیاد. عزیزان من، خب مهربانی یاران گرامی، آرزو دارم که همیشه شاد و خوش و تندرست باشید و بیاندیشید که میلیاردها اگر گالکسی در هستی وجود داره، بیگ بانگ بوده، هر چی بوده، همه اینا سر جای خودش، اهورامزدا جای خودشه، تمام از اهورامزدا اومدی پایین، هر کی به اسم و حرف زده دروغ و شارلاتانیسمه، اونم گفته با عقلت کار کن. گفته که به نام خداوند جان و خرد، جان همون روانه نه، و خرد، با خرد باید زندگی کرد. خرافات رو بذارید بریزید دور، حتی اگر سازمانهای عرب و غرب، تشکیلات روم، سلوه روم، آیای یک تا پنج میخوان شما رو صدها سال نابود کنن، تشکیلات میسازن، شما کار تشکیلاتی نمی کنید، نمیدونید کار حزبی، اصلا نمیفهمی یه رو کار حزبی هنه چی، ما داریم میگیم آقا سعادات تازی تشکیل، اصلا نمیفهمی هنه چی، چون کار حزبی هم نکردید. کار حزبی باید بکنید تا بفهمید تشکیلات یعنی چی، حزب یعنی چی، دروغ گفتن بهتون، خرتون کردن، قربون صدقتون شدن، آقای دکتر، آقای مهندس، بزرگتون کردن. باید تشکیلات رو بشناسید، کار تشکیلاتی بکنید تا گول نخورید، هر دم دارید گول میخورید. نه ببخشید جنایتکار رو،
مثل محمود فرخ سرودش دوباره گوش کنید، برید شعراشو بخونید، نه ببخشید و نه فراموش کنید. جنایتکار بایستی پادفره خودشو بده. جنایتکار رو نمیشه، جرم مرتکب شده میره دادگاه، یا زندانی میشه یا فلان میشه یا محکوم به اعدام، جرمه، نمیبخشیم. نکنن تو کلتون ما میبخشیم. رهبران رو به پایینا کاری نداریم. سپاسگزارم از برادرم مهندس امیر شجره، از بانوی مهربان خواهرم مرجان جان عزیز، و سپاسگزار کارگردان برنامه آقای امیر شهرتی. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار.